من من یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه است و به تازگی کتابی با عنوان آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس منتشر کرده که پژوهشی درباره فضای جنسیت زده کتابهای درسی در ایرانه. سعید پیوندی میگه جمهوری اسلامی جایگاهی رو که زنان امروز در ایران و سایر کشورها دارن در کتابهای درسی سانسور میکنه و معتقده نابرابری چشمگیر کمی و کیفی میان زنان و مردان در کتابهای درسی ایران یک روی کرده هدفمند کلان و ساختاری از سوی جمهوری اسلامی آقای پیوندی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین برای مصاحبه به تازگی کتابی منتشر کردید با همکاری ایران آکادمیا و گروه زمیمه که کمپین رفع تبعیض جنسیتی از کتاب های درسی ایران به عنوان آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس که در واقع یک راهنمایی برای معلمان برای آموزش برابری جنسیتی در ایران در کتابتون اشاره می‌کنید که از دهه 60 و 70 میلادی در کشورهای مختلف جهان به سمت این میرن که به نوعی این برابری جنسیتی رو در سیستم آموزشیشون پیاده بکنن تبعیض جنسیتی رو کمتر بکنن در حالی که همزمان میبینیم که در ایران جمهوری اسلامی به نوعی به صورت هدفمند داره تفکیک جنسیتی رو و حذف زنان رو در دستور کار قرار میده به خصوص در کتاب های درسی در حقیقت ما خیلی کمتر کشوری داریم در دنیا که در سیاست های رسمی اعلام شدهش موضوع برابری جنسیتی مطرح نشده باشه ایران یکی از نادر کشورهایی که رو تفاوت در جنسیتی انگشت میذاره رسما در سیاست های آموزشیش و اون رو توجیه میکنه این نابرابری رو یعنی تلاش میکنه که توضیح بده در حوزه سیاست در عرصه عمومی در تبلیغات رسمی رو تلویزیون و کتاب‌های درسی و همه جا که چرا در واقع زن و مرد با هم نابرابرن و چرا باید با این نابرابری کنار اومد و این یه چیز کاملا طبیعی هست و نباید باش مبارزه کرد اگه یادتون باشه در ایران خب یه جنجال زیادی پیرامون اون سند معروف بی سی یونسکو که یکی از بندهای مهمش مبارزه برای برابری جنسیتی در نظام آموزشی بود در خدمت توسعه پایدار خب خیلی بحث ایجاد کرد و این نکته مربوط به برابری جنسیتی از اون چیزهایی بود که خب برای مسئولین ایران قابل حذم نبود و به خاطر همین هم اونجوری باهاش مبارزه کردن. حالا ما باستاب این در واقع نگاه عمومی به مسئله جنسیت در ایران یا جنسیت زدگی در گفتمان رسمی رو میتونیم خیلی خوب در کتاب های درسی ببینیم چون شاید در واقع این بررسی های جامعه یه چیز رو به ما نشون بده و اینه که این نابرابری ها اون چیزی که در کتاب های درسی از سال اول دبستان تا دوره دبیرستان پایان دبیرستان ببینیم اصلا این چیزهای پراکنده و اتفاقی نیست یعنی خیلی فکر شده است در تصاویر در متون در انتخاب بیوگرافیا در, در واقع معرفی شخصیت های مهمی که در کتاب های درسی وجود دارن همه جا در واقع خیلی فکر شده راجع به این موضوع و ما میبینیم که این تبعیض این نابرابر، این شکاف جنسیتی یک موضوع تقریبا سیستماتیک در تمام کتاب‌های درس یعنی اصلا اینجوری نیست که در مثلا کتاب علوم فقط باشه یا تعلیمات اجتماعی باشه یا فارسی یا تعلیمات دینی همه جا ما در حقیقت این موضوع رو می‌بینیم در تصاویر در متون و در همه زمینات در حوزه بازار کار در شما هر جایی رو که مثال بخواید بگیرید من نمونه بگیرید مثلا تقسیم وظایف در خانواده می‌بینید که خیلی روشن در حقیقت گفته میشه که وظایف خانگی به عهده زنانه و هیچ چیزی هم نداره هیچ شرم یا هیچ چیز از خجالت هم نمیکنه از اینکه این حرفو بزنه در که شما همه الان برید در کتابهای در درسی, درسی مثلا ترکیه تونس یا حتی خیلی دیگر از کشورهای شبیه ایران در منطقه خودمون ببینید یه تلاش خیلی زیادی وجود داره از سالها پیش برای اینکه این, کلیشه های جنسیتی رو باش مبارزه بکنن مثلا یه مردی رو نشون بدن که تو خونه داره جارو برقی میکشه یا داره آشپزی میکنه یا داره مثلا بچه ها رو میبره مدرسه یا کار دیگه میکنه در حالی که تو ایران از این خبران نیست یعنی این در واقع تقسیم جنسیتی کار تو خونه در بیرون از خونه همه اینا با یه دقت موشکافانه ای در واقع رعایت میشه یعنی شما تقریبا هیچ تصویری نمیبینید که از این خط رسمی حکومتی و این گفتان رسمی در حقیقت جدا باشه یا فرق بکنه برای همینم من از ایدئولوژی جنسیتی صحبت میکنم در نتیجه کارم برای اینکه این خیلی فراتر از تصاویر پراکنده یا اشکال پراکنده در متون هست یه چیزی که فکر شده و تلاش شده که این جا انداخته بشه برای بچه ها که دختر و پسر زن و مرد با هم نابرابر هم. کتاب های درسی دوره ابتدایی سال گذشته تحصیلی در ایران رو بررسی کردید و اومدید بیش از 2700 تصویر رو از 41 کتاب دوره 6 ساله ابتدایی بررسی کردید و درس های مختلف رو هم بررسی کردید اگر بخوایم بگیم زنان از این در واقع تصاویر یا این درس ها چقدر نقش داشتن چه آماری میتونیم بدیم؟ ما در واقع همه جا شاهد یه نوع شکاف خیلی چشمگیر بین زنا و مردها هستیم مثلا وقتی که به شخصیت شناخته شده در متون یا در تصاویر میرسیم این نسبت یک به ده تقریبا یعنی زنان نه تا ده برابر کمتر از مردان ازشون یاد شده و اون زنانی که ازشون اسم برده میشه یا تصاویرشون وجود دارن زنانی هم که به طور عمده در رابطه با مذهبن یعنی خیلی کمتر در رابطه با علوم در رابطه با سیاست در ارتباط با مثلا دنیای تکنولوژی یا چیزهای دیگه مثلا یه زن فضانورد نشون نمیدن یا زن فضانورد ایرانی مثلا انوشه انصاری که اه اه مثلا هست از اون هیچ خبری نیست یا حتی از مریم میرزاخانی هم هیچ خبری در خیلی عجیبه دیگه یعنی یه شخصیت زن ریاضیدانی که در همه دنیا ازش صحبت میشه در کتابهای درس ایران ازش صحبت نمیشه برعکس از شخصیت های زن در حقیقت مذهبی خیلی بیشتر صحبت میشه برای که الگوهایی که میخوان به بچه ها معرفی بکنن به طور عمده الگوهای خاصی هستن نمیخوان یه زن مدرن امروزی موفق در حوزه سیاست علم یا هر حوزه دیگه ای برای بچه ها الگو بشه یا به صورت بسیار بسیار هاشیه این زن ها در کتاب های درسی وجود دارن بعد مثلا وقتی میره سراغ بازار کار با همین در واقع نابرابر ها دیده میشه تو بازار کار هم که مردا هفت برابر زن ها در حقیقت نشون داده میشن در ارتباط با بازار کار و به بچه ها گفته میشه که معمولا این مردی که بیرون از خونه کار میکنه و در یه مواردی زنا وقتی سرپرست خانه هن تبدیل به ناناور خانه میشن و باید کار بکنن بنابراین کار بیرون از خونه یعنی ورود به بازار کار برای زنا اصلا به عنوان پدیده عادی به بچه ها معرفی نمیشه همین مثال میشه در تق... در تقسیم کار تو خونه زد وقتی به بچه ها میگن که چگونه با تو خونه تقسیم کار بشه آشپزی و مثلا یه سری کار اینجوری فقط بچه داری اینا فقط برای زن و برای مثال خرید بیرون یا کارهای مشابهی که بیرون از خونه است برای مرد هست یعنی یه نوع همه یعنی تفکیک جنسیتی وجود داره و این تفکیک تا به فضاها هم میرسه مثلا خیلی جالبه که حتی وقتی یک مهمونی خانوادگی هست که من عکسش در گزارش هم آوردم پسرها دارن با هم بازی میکنن دخترا دارن با هم بازی میکنن زنا دارن با هم حرف میزنن مردام دارن با هم حرف میزنن و این زنا هستن که دارن در حقیقت غذا رو آماده میکنن یا غذا رو میارن برای خوردن و مردان نشستن دارن حرف میزنن یعنی این نو تصاویر در کتاب های درسی خیلی زیاده و این نشون میده که در حقیقت یه میشه گفت یه نوع دنیای ارزشی و یه نوع فرهنگ خاصی رو کتاب های درسی تلاش کردن از طریق متون بیوگرافی ها معرفی شخصیت ها همه جا در حقیقت اینو بگن تکرار کنن و برای بچه ها جا بفته که مرد اینه و زن اینه و این دوتا در واقع هویت جنسیت رو کاملا از هم جدا بکنن و ویژگی های هر کدوم رو برای بچه ها جا بندازن در حقیقت حکومت به نام علم به نام در واقع آموزش به نام دنیای آکادمی که سری حرفایی را در کتاب های درسی به بچه ها میزن یا از طریق قوانین به جامعه تحمیل میکنه بدون اینی که اونا حق دفاع خودشون رو داشته باشن یا بتونن در حقیقت روایت های دیگر رو داشته باشن یا با اون مبارزه بکنن بنابراین و بعد در اشکار دیگه ادامه پیدا میکنه بعدها در چارچوب قوانین بازدارنده در زمینه در حقیقت امکانات و منابعی که در اختیار زن، زنان و مردان قرار میگه در همه جا این تبعیض با میشه و برای همینم هم ما میتونیم از خشونت نمادین صحبت کنیم و همینطور از خشونت قانونی و خشونت سرد در حقیقت یعنی خشونتی که دیگه با فقط با کتک زدن همراه نیست همونی که وقتی ما یه زنی که مقاومت میکنه در مقابل هجاب اجباری در خیابون براحتی راحتی کتکش میزنن ولی وقتی که بهش کار نمیدن نمیدارن رئیس جمهور بشه نمیذارن و وقتی در حقیقت یه نوع ناپدید سازی زنان در کتاب های درسی در رسانه های جمعی در گفتمان عمومی حکومت وجود داره و زنها پاک میشن در حقیقت یعنی تمام اون کسایی که میتونن الگو باشن چه ایرانی چه غیر ایرانی حذف میشن از فرهنگ عمومی از کتاب های درسی یا از رسانه های ایران خب این در واقع مساق خیلی روشن خشونت نمادینه برای اینکه جای دفاعی در حقیقت برای افراد باقی نمونه و گاهی حتی افراد خیلی باور میکنن یعنی خیلی از مردها و یا زنان جامعه باور میکنن که همین نظم ممکن و نظم موجوده و اینو مشروعیت از در دینی هم بهش میدن و میشه گفتش که واقعا این مستاق اون خشونت نمادینیه که از سنین خیلی کم به زنا تحمیل میشه و در تمام طول زندگیشون به اشکال مختلف متاسفانه ادامه پیدا میکنه و بازدارید میشه اشاره کردین به اسلامی تر کردن نظام آموزشی در ایران و اینکه این آموزش مکتبی یک بخش زیادی یک درصد زیادی از کتاب های درسی ایرانی رو داره در بر میگیره این چه تأثیری میتونه داشته باشه در نهایت در بر روی سیستم آموزشی البته میدونیم که خب همطور که اشاره کردید یک مخالفت های وجود داره و این رو داریم به طور مشخص میبینیم در جامعه اگه ما بخویم کتاب در درسی ایران رو با کشور دیگه مقایسه بکنیم یه چیزی که فوری تو چشم خوره خیلی سریع اینه که در اکثر نظام های آموزشی دنیا اون جایی که تعلیمات دینی وجود داره خب یه درس تعلیمات دینی هست و یه کتابی هست بچه هم اون کتاب رو میخونن ولی دیگه در دروس دیگه با با مسائل دینی سرکار نداریم در ایران قبل از انقلاب هم اینجوری بود یعنی ما درس تعلیمات دینی یا حتی یه زمان قرآن که داشتیم همونجا بود دیگه وقتی میرسیم به کتاب تعلیمات اجتماعی فارسی تاریخ یا کتابای دیگه علوم اینا خبری از دین دیگه نبود این تفکیک خیلی مهمه در دنیای مدرن برای اینکه بچه‌ها بدونن که در واقع علم چیه حوزه های علوم چیه در واقع دانش سکولار چیه و باورهای مذهبی یا آموزهای مذهبی کدومن در ایران تلاش میشه که در واقع اینا با هم ادغام بشن بر همین هم شما تو کتاب فارسی خیلی راحت مثلا دروس دینی هست در کتاب تاریخ دروس دینی هست در کتاب اجتماعی به همین ترتیب یعنی حتی در کتاب علوم شما مثلا به بچه ها گفته میشه که برید آیه فلان رو مثلا نگاه کنید ببینید در مورد مثلا این یا اون موضوع در مورد آسمان چی گفته شده یا در مورد زنبور یا در مورد شطور مثلا چی گفته شده یعنی تلاش اینه که نشون بدن هیچ در واقع گسستی انقطاعی بین علم و دین وجود نداره و اینا در واقع اینا پیوستگی دارن و دین علمی است و علم در واقع با دین هیچ تناقضی نداره برای همون بحثایی که انجام میشه به در دنیای معاصر در ارتباط با دین و علم به خاطر همینم در حقیقت اینو تداخل موضوعی دائم وجود داره و از این تداخل موضوعی هم برای توجیه دین و حکومت دینی و اسلام سیاسی به نظر استفاده میشه و هم برای توجیه یه چیزای مثلا مثل پوشش زن مثلا هجاب زن برای تفکیک جنسیتی برای اینکه نقش های مادری و همسری تبدیل بشن به نقش های بسیار مقدسی که از دینی داره ارزش زیادی هستن برای همین هم اینقدر به شخصیت های زن در واقع داستان های دینی گذشته اصول های دینی مراجعه میشه و اونا تلاش بکنن اونا تبدیل بشن به الگوهای زن برای نسل جوان ایران اثرپذیری این جامعه از این آموزش جنسیت زده چقدر بوده؟ ببینید ما در حقیقت در ایران میشه گفتش که با یه پدیده ای سر و کار داریم که رابطه بین حکومت و جامعه است یعنی حکومت وقتی که اومد نظام آموزشی را اسلامی کرد فکر میکرد که کار تموم شده یعنی میاد یه کتابای درسی رو به بچه ها درس میده که درش مثلا نابرابری جنسیتی به صورت یه موضوع جا افتاده و طبیعی جلوه داده میشه یا نماز خوندن هجاب گذاشتن یا همه چیزای دیگه و واقعا یه اعتقاد وجود داشت در حاکمیت که خب کافیه که مدارس و اینها اسلامی بکنن دانشکار اسلامی بکنن را تلویزیون اسلامی بکنن و جامعه هم اسلامی میشه ولی در عمل چنین اتفاقی نمیفته برای اینکه جامعه از طریق تجربه های خودش در حقیقت چیزهای دیگه هم یاد میگیره و با دنیای امروز هم در ارتباط و از همه مهمتر روش های که استفاده میشه برای تحمیل این در واقع فرهنگ مذهبی یه نوع مقاومت ایجاد میکنه همین باعث شده که در حقیقت جامعه به نوعی به تدریج یاد بگیره که فاصله بگیره از این نظام آموزشی کتاب‌های درسی اون چیزایی که حکومت میگه با اینکه رنج های زیادی بهش تحمیل میشه ولی همزمان یه مدارم فاصله انتقادی بگیره و یه جور دیگه زندگی کنه یه جور دیگه فکر کنه به دنبال تجربه های دیگه بره و برای همین هم حکومت دائم فکر میکنه که چون به اندازه کافی اسلامی نکرده بنابراین باید فشار ایدئولوژیک زیادتر بکنه مثلا روحانی میخواد بفرسته مدرسه طلبه بفرسته مدرسه مدرسه قرآنی درست میکنه ساعت آموزش دینی رو زیاد میکنه غلظت مذهبی کتاب های درسی رو زیادتر میکنه یا غلظت مذهبی در حقیقت برنامه های تلویزیون برنامه های رسانه ها اینا رو فکر میکنه که هرچی که در واقع غلظت اینا مذهبیشون رو زیادتر بکنه هرچی تبلیغاتش زیادتر بشه مردمم بیشتر نزدیک میشن به فرهنگ حکومتی یا سازگار میشن به حکومت اون چیزی که حکومت در نظر نمیگیره اینه که یادگیری یا رابط جامعه پذیری یک روند یک سویه از بالا از یه دی به طرف یه دیگه نیست یه حکومت نیست که فقط به مردم درس میده که چه جوری زندگی کنین چه فرهنگی داشته باشین چه دنیا ارزشی داشته باشین اونا خودشون هم در تجربه های زندگیشون در واقع یاد میگیرن و از همه مهمتر این که یادگیری یک رو... یه ساخت و پرداخته یعنی یه نوع برساخته که ما در تجربه های زندگیمون اه... اونا به وجود میاریم برای هیچ کسی میتونه ما تزریق بکنه چیزی رو یعنی کوتاه مدت میشه ولی در زمان ما خودمون توانایی فکر کردن توانایی فاصله گیری انتقادی داریم و اینو حکومت دست کم بگیره و منابع مختلفی که در اختیار جامعه هست برای اینکه چیزهای دیگه هم یاد بگیره و از های مهمتر مثلا فرهنگ سکولاری که در ایران و در دنیا وجود داره خب این بسیار مورد توجه جامعه ایران تودودی و تشنه این فرهنگ به خاطر در واقع تحمیل یک آمرانه ای یک فرهنگ دینی همه اینا باعث میشه که در حقیقت نسل جوان به سرعت در حقیقت یه یعنی نوع مقاومت هم یاد بگیره یعنی گاهی تو همین مدرسه با های خیلی خوب قبول میشه حتی دینیشو بیست میگیره ولی کاملا از دین هم فاصله میگیره و این خیلی تجربه جالبی از در جامعه شناسی که چجوری توی جامعه ای افراد کم کم یاد میگیرن که مقاومت بخشی از زندگیشون باشه یعنی مقاومت فرهنگی، مقاومت دینی، اشکال مختلف مقاومت، گاهی مقاومت خیلی شدیده مثل اون دختری که روسری سرش میذاره تو خیابونه، ولی بعضی موقع اشکال خفیفتریه موقعی که ما روسری رو سرمون رو سر میذاریم ولی متنفریم از این حکومت و دشنام میدیم تو دلمون به این حکومت. همه اینا اشکال مقاومتیه که تو مدرسه به خصوص به وجود میان و در زمان در تبدیل میشن به فرهنگ بخش مهمی از جامعه ما که امروز میشه گفت این شکاف فرهنگی رو داره با حکومت زندگی میکنه حالا حکومت آموزه های دینی رو میاره و خیلی مهمه براش که اینها در کتاب درسی باشه در نظام آموزشیش مورد استفاده قرار بگیره میتونیم حدس بزنیم که به هر حال یک بخشی از مردم هم انتظار دارن یک سری از این آموزش های دینی به بچه هاشون داده بشه یا با این حالا آموزهها بزرگ بشن کسانی که دین براشون مهمه این مشکل شاید توی کشورهای دیگه که دارن با نابرابری جنسیتی مبارزه میکنن هم باشه به هر حال این کشورها حتی اگر مسلمون نباشن شاید دین دیگه داشته باشن چطور کشورهای دیگه تونستن با این مشکل کنار بیان؟ این یه چالش بزرگیه در برابر همه جوامع انسانی همونجوری که اشاره کردین یه ده خیلی زودتر شروع کردن و به سراغ این چالش رفتن یعنی ما چجوری هم میتونیم در واقع کماکان یه دینی رو در جامعه داشته باشیم نهاد دین به عنوان یه نهاد مهم فرهنگی و اجتماعی در جامعه باقی بمونه ولی بدون اینی که اون کلیشه ها و اون باورهایی که با زندگی امروزی همخانی و سازگاری نداره با سورید بشه و یا در حقیقت با از طریق دیرپایی خودشون تو جامعه تنش ایجاد بکنن این موضوع در کشورهای منطقه, منطقه ما یعنی منطقه مسلم کشور مسلمانشون خوب خیلی خیلی شدیدتره. برای اینکه اساسا مسئله نقد دین در این کشورها خیلی کم رایج بوده و پیش رفته یعنی جامعه عادت نکرده که به دین به عنوان یه جدید پدیده تاریخی نگاه بکنه ادیان هم میتونن خودشون رو پالایش بکنن و بیشتر برن به اون وظیفه معنویت خودشون رابطه که با معنویت و امر قدسی دارن و کمتر به دنبال آداب و مناسکی باشن که با سرید گذشته این کار مسیحیت خب خیلی بهتر از ادیان دیگه انجام داده ولی بر کشورهای مسلمان ما خیلی کمتر شاهد این بودیم که نهاد دین اجازه بده که این نقد شکل بگیره به نظر من این یک در واقع پی پیکار مهمی در جامعه ما هست پیکار فرهنگی و با توجه به اینکه ما اسلام سیاسی داریم در اینجا سیاسی خیلی مهمی در جامعه ما هست که ما چجوری بدون اینکه دیندار و ضد دین را در مقابل همدیگه قرار بدیم و جنگ دینی در جامعه را بندازیم بتونیم در واقع یه نوع صلح اجتماعی داشته باشیم که در اون دین سر جای خودش قرار بگیره و همونی باشه که میتونه در یه جامعه مدرن باشه یعنی اون وظیفه که در جامعه مدرن یه دین میتونه داشته باشه به با عنوان یک انتخاب به عنوان یک گزینه برای هر شهروند ولی بدون اینی که این دین تلاش بکنه که یه سری از آداب و اصول خودش رو به همه جامعه تحمیل بکنه یا بخواد با سورید بکنه اشکال از فرهنگی که مربوط به گذشته های بسیار دور هستن و هیچ ارتباطی با جامعه ما ندارن این این نقد دینی اون چیزی که در جامعه ایران در پرتو تجربه یک حکومت دینی که بسیار سرکوبگر بوده و رنجهای بسیاری به جامعه ایران تحمیل کرده خب در ایران الان خیلی بیشتر از کشور دیگه پیش رفته ما باید به نظر من کمک بکنیم به اینکه این نقد دینی جلوتر بره از همه مهمتر یعنی به این نتیجه برسن که دین نباید در عمومی و در سیاست دخالت بکنه و در واقع این تفکیک رو به وجود بیاریم بین اینها و دین بره در واقع به همون جایگاهی که در همه جوامع مدرن میتونه برای دین وجود داشته باشه یه امر خصوصی شخصی باشه نهاد دین هم وجود داشته باشه ولی ما اصول دینی را به همه جامعه تحمیل نکنیم برای که جوامع از هویتی بسیار متنوع شدن رابطه با دین و دینداری بسیار متنوع شده و یک خانش از دین تحمیل یک خانش از دین, از دین، نتیجهش همین چیزی که میشه که ما در ایران داریم نظام آموزشی در این نقش بسیار مهمی بازی میکنه برای اینکه ما با جایگاه دین در نظام آموزشی را روشن بکنیم و برگردیم به تجربه های جهانی به تجربه خود ایران به انتخاب های تاریخی خیلی مناسبی که ما اجداد ما کردن در زمان انقلاب مشروطیت و برگردیم شاید به اون تجربه طریق خانش این تجربه خیلی منفی چهار دهه گذشته و بتونیم راه پیدا بکنیم که جامعه آینده ما جامعه با صلح باشه و با یه رابطه جدید با دین دینداری و معنویت و جایی باشه برای زندگی همه با هر رابطه ای که با دین دارن ممنونم مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و این رو هم بگم که کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس به طور رایگان قابل دانلود کردن برای کسانی که بخوان ازش استفاده کنن و اون رو بخونن ممنونم آقای پیروندی خیلی ممنونم